When we're using the speaker, the gain only needs to be about one notch. Yeah, امروز توبه اعتراف بانوان دراز و تمرین بچه تیاتر بچه بود و بچور میکنیم اما خیلی بعدش و کمی لطفا صبر کنیم. Thank you.
ما با هم جمع شده ایم تا به درگاه خدا به گناهان من اعتراف کنیم و آمرزش را درخواست کنیم. دعا کنیم. خداوندا، تو ما را می آزمایی و می شناسی. از نشستن و برخاستن من آگاهی و اندیشه های ما را از دور می دانی. تو راه رفتن و ارمیدنم را سنجیدهی و با همه راهایم آشنایی. حتی پیش از آنکه سخن بر زبان آید، تو ای خداوند به تمام از آن آگاهی. خدایا، ما را بیازما و دلم را بنگار. ما را امتحان کن و دغدغه هایم را بشناس. ببین که آیا در من خطایی هست و به راه جاودان هدایت تم فرما. خدایا رام کن. مسیحا رام کن. خدایا رام کن. به فرمان های خدا گوش دهیم تا گویا خودمان را در آینه بسنجیم. آنگاه خدا همه این سخنان را می فرماید. منم یهوه خدای تو. تو را خدایانی جز من مباشد. نام یهوه خدایت را با ناشایستگی مبار. روز شبعت را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار. پدر و مادر خود را گرامی دار. قتل مکن. زنا مکن. دزدی مکن. بر ضد هم نوع خود شهادت دروغ مده. به خانه همسایت تمام آورز. به همسر همسایت یا غلام و کنیزش یا گاو و الاغش یا هیچ چیزی دیگری او تمام مدار. زیرا من یهوه خدای تو هیچ رقیبی نمی پذیرم. جزای تقصیرت پدران را به فرزندان و به نسل سوم و چهارم کسانی که از من نفرت داشته باشند می رسانم. اما به کسانی که مرا دوست بدارند و فرمانهایم را حفظ کنند تا هزار نسل محبت می کنم. و خداوند ما عیسی مسیح می گوید. خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و با تمام فکر خود محبت نما. این نخستین و بزرگترین حکم است. دومین حکم نیز همچون حکم نخستین است. همسایت را همچون خیشتان محبت نما. تمام شریعت موسی و نوشته های پیغمبران بر این دو حکم استوار است. خیشتان را در درگاه خدا فروتن سازید و به گناهانتان اعتراف کنید. بیایید با هم در سکوت دعا کنیم و به گناهان من اعتراف کنیم. خدای متعال، پدر بخشنده، من گناهکار بیچاره و رنجور به درگاه تو به همه گناهان و تقصیرهایی که در پندار، گفتار و کردار مرتکب کردیدم و با آنها تو را به خشم آوردم اعتراف میکنم. به این دلیل سزاوار مجازات زمینی و جاودانی تو هستم. از جان و دل از گناهانم پشیمانم و توبه میکنم و درخواست میکنم که به خاطر رحمت بی حد خود و همچنین رنج و مرگ مقدس معصومانه و تلخ عیسی مسیح پسر محبوب خود من انسان بیچاره و رنجور را رحمت و فیض عطا فرمایی. همه گناهانم را ببخشی و روح خود را به من بدهی تا بتوانم در راه تازگی زندگی قدم بردارم. آمین. خداوند نسبت به شما بخشنده باشد و ایمانتان را تقویت کند.
پیش خدای مقدس از همه شما میپرسم، اگر به گناهانت اعتراف کنی و از گناهانت توبه کنی، پس پاسخ بده. بله. بله. اگر امرزش گناهان را به نام عیسی مسیح بخواهی، پس پاسخ بده. بله. بله. اگر ایمان داری که بخششی که من میدهم بخشش خداست، پس پاسخ بده. بله. همانطور که ایمان داری، بگذار برای تو باشد. در قدرت فرمانی که خداوند به کلیسا داده، من که به عنوان یک بند کلام خدا خوانده شده ام، بخشش خدا به همه شما اعلام کنم. بیایید و بخشش خدا را دریافت کنید. گناهانت بخشیده شده اند. به نام خدای پدر و پسر و روح قدس. گناهانت بخشیده شده اند. به نام خدای پدر و پسر و روح قدس. گناهانت بخشیده شده اند. به نام خدای پدر و پسر و روح قدس. گناهانت بخشیده شده اند. به نام خدای پدر و پسر و روح قدس. به صلح و آرامش خداوند برو. گناهانت بخشیده شده اند. به نام خدای پدر و پسر و روح قدس. گناهانت بخشیده شده اند. Dir sind deine Sünden vergeben im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. گناهانت بخشیده شده اند. به نام خدای پدر و پسر و روح قدس. گناهانت بخشیده شده اند. به نام خدای پدر و پسر و روح قدس. گناهانت بخشیده شده اند. به نام خدای پدر و پسر و روح قدس. به صلح و آرامش خداوند برو. گناهانت بخشیده شده اند. به نام خدای پدر و پسر و روح قدس. به صلح و آرامش خداوند برو.
خداوند با شما باشد. دعا میکنیم. خداوند، از تو درخواست میکنیم که با لطفت تاریکی دلهای من را تابان بسازی. از طریق پروردگار من عیسی مسیح پسر تو که با پدر و روح قدس از ازل تا ابد زندگی و فرمان روایی میکند. آمین. برتیان 4 نشانه 1 تا 5. پس همگان باید به ما به دیده خادمان مسیح و مباشرانی بنگرند که رازهای خدا را به آنان به امانت سپرده شده است، و حال انتظاری که از مباشر می رود این است که امین باشد، اما برای من قضاوت شما یا قضاوت هر دادگاه انسانی دیگر چندان مهم نیست. من حتی خود نیز درباره خیشتن قضاوت نمی کنم، زیرا در خود عیبی نمی بینم، اما این امر را بیگناه نمی سازد، بلکه خداوند است که درباره من قضاوت می کند. پس درباره هیچ چیز پیش از وقت قضاوت نکنید تا اینکه خداوند بیاید. او آنچه را که اکنون در تاریکی نهان است در روشنایی عیان خواهد کرد و نیت‌های دل‌ها را آشکار خواهد ساخت. آنگاه تشویق و تمجید هر کس از خود خدا خواهد بود. آمین.
انجیل عیسی مسیح. خداوند را جلال باش. لوقا 1 نشانهای 67 تا 79. آنگاه پدر او زکریا از روح القدس پر شد و چنین نبوت کرد: متبرک باد خداوند خدای اسرائیل، زیرا به یاری قوم خیش آمده و ایشان را رهایی بخشیده است. او برای ما شاخ نجاتی در خاندان خادمش داوود برپای داشته است، چنان که از دیرباز به زبان پیامبران مقدس خود وعده فرموده بود که ما را از دست دشمنان و همه کسانی که از ما نفرت دارند نجات بخشد، تا بر پدرانمان رحمت بنماید و عهد مقدس خیش به یاد آورد، همان سوگندی را که برای پدرمان ابراهیم یاد کرد، که ما را از دست دشمن رهایی بخشد و یاری من دهد که او را بی هیچ واهمه عبادت کنی در حضورش با قدوسیت و پارسایی همه ایام عمر. و تو ای فرزندم پیامبر خدای متعال خوانده خواهی شد، زیرا پیشاپیش خداوند حرکت خواهی کرد تا راه را برای او آماده سازی و به قوم او این معرفت را عطا کنی که با آمرزیدن گناهانشان ایشان را نجات می بخشد. زیرا خدای ما را دلی از پرز رحمت و از همین رو آفتاب تابان از عرش برین بر ما طلوع خواهد کرد تا کسانی را که در تاریکی و سایه مرگ ساکنند روشنایی بخشد و گامهای ما را در مسیر صلح و سلامت هدایت فرماید. آمین. انجیل عیسی مسیح. من ایمان دارم به خدای پدر، قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، و به پسر یگانه او، خداوند ما عیسی مسیح، که به واسطه روح قدس در رحم قرار گرفت، و از مریم باکر متولد شد، و در حکومت پنتیوس پیلاتوس علم کشید و مصلوب شده، به مرد و مدفون گردید، و به علام اربع نزول کرد، و در روز سوم از مردگان بازخواست، و از من صعود نموده به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است، و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید. من ایمان دارم به روح قدس و به کلیسای مقدس جامع مسیحی و به اجماع مقدسین و به آمرزش گناهان، به قیامت جسمانی و به حیات جاودان. آمین. Yeah.
فیض و برکت خدا همراه با شما باشد. خطبه امروز از متی 11 نشانهای 2 تا 11. چون یحیی در زندان وصف کارهای مسیح را شنید، شاگردان خود را نزد وی فرستاد تا بپرسند: آیا تو همانی که میبایست بیاید یا منتظر دیگری باشیم؟ عیسی در پاسخ گفت: بروید و آنچه میبینید و میشنوید و به یحیی بازگویید که کوران بینا میشوند، لنگان راه میروند، جزامیان پاک میگردند، کاران شنواف میشوند، مردگان زنده میکردند و به فقیران بشارت داده میشود. خوش ها به هر کسی که به سبب من نلرزد. چون شاگردان یحیی میرفتند، عیسی درباره یحیی سخن آغاز کرد و به جمعیت گفت: برای دیدن چه چیزی به بیابان رفتید؟ برای دیدن نی که از بعد در جنبش است؟ اگر نه، پس برای دیدن چه رفتید؟ برای دیدن مردی که جامه لطیف در بر دارد؟ آنان که جامه های لطیف در بر می کنند در کاخ های پریشانند. پس برای دیدن چه رفتید؟ برای دیدن پیامبری؟ آره، به شما میگویم کسی که از پیامبر نیز برتر هست، زیرا او همان است که دربارهش نوشته شده: اینک پیغمبر خود را پیش تو میفرستم که راحت را پیش رویت مهیا خواهد کرد. آمین به شما میگویم که بزرگتر از یحیی تعمید دهنده از مادر زاده نشده است، اما کوچکترین در پادشاهی آسمان از او بزرگتر است. خداوند این کلمه برای ما برکت دهد. پتر در کلیسای کودکان دعا کردن را یاد گرفت. در همین درس پتر آموخت که خدا دعاها را اجابت می کند. اندکی پس از آن پتر توانست دعا کردن را آزمایش کند. سگ پتر خیلی مریض بود. سگ تومار داشت و دم پزشک گفت که عمل جراحی بسیار گرانی لازم است، اما نتیجه آن نامشخص خواهد بود. مادر پتر نمیخواست این خطر را بپذیرد که سگ را زیر چاقو بگذارد وقتی معلوم نبود مفید است یا نه. و سپس پتر نمیخواست پتر دوباره به کلیسای کودکان خود و به جمله معروف پدر بزرگش فکر کرد. اکنون تنها چیزی که کمک میکند دعا است. پس پتر با تمام وجودش دعا کرد. وقتی سگ خوب نشد، فکر کرد که دعا را درست نخوانده. بنابراین او به کلیسای کودکان بازگشت و از معلمش خواست که به او نشان داد کدوم مرحله دعا اشتباه است. در همین زمان از معلم خود خواست که برای سگ دعا کند. معلم با حوصله به پتر توضیح داد که در هنگام دعا هیچ اشتباهی مرتکب نشده. او همچنین با تمام کلاس برای سگ پتر دعا کرد. با وجود این چیزی که بر پتر تاثیر گذاشت، توضیح بعدی معلم بود. او برای کل کلاس توضیح داد که خدا همه دعا
دعاها را اجابت می کند. اما گاهی نه طبق انتظار ما. با این حال خدا ما را دوست دارد. حتی اگر دعاها را آنطور که ما می خواهیم اجابت نکند. بنابراین پیتر به خانه رفت و در مورد آن جمله معلم فکر کرد. اگر معلوم نیست سگ خوب می شود یا نه، دعا شبیه عمل دامپزشکی است، چون نتیجه آن مشخص است. از خود پرسید، اصلا برای چه دلیل باید دعا کنند؟ و نیز فکر کرد، آیا این خدا که کارش خیلی کم دیده می شود، حتی وجود دارد؟ نگرانی پیتر برای ما شناخته شده است. سوال پیتر خیلی گسترده است. به عنوان مثال، هلموت اشمیت صدر اعظم سابق فدرال در مصاحبه گفت شما دیگر نیازی به پرستش خدایی ندارید که آوشویتس را مجاز کرده بود. مانند هلموت اشمیت، اکثر افرادی که در مرز بین ایمان و بی ایمانی قرار دارند با این سوال سر و کار دارند. ایمان چگونه کار می کند و مزایای ایمان به خدا چیست؟ امروز سومین شام برای سومین ادونت روشن کردیم. اما احساس ما مثل پیتر نیست. سوال ما همین است که با وجود اینکه خدا هست، کجا به زندگی ما دخالت می کند؟ سوال زیاد ایرانی ها این است، چرا خداوند دعاهای ما اجابت نکرده در ایران، در مشکل بزرگ که در افغانستان هست؟ چرا خدا مریض ما شفا نداد؟ این سوال ادونت هست، چون در همین زمان تاریکی هست. اما ما به سوی نور خدا میبینیم. کمی شک و تردید داریم، اما شعله ایمان کم هست و می توانیم ببینیم کجا ایمان بیاورد و به خدا دعا می کنیم. اما با وجود آن ایمان ما کم هست. جالب اینجاست که پیامبرهای مقدس خدا نیز همین سوال را داشتند، همین شک و تردید داشتند. یحیی آخرین پیامبر عهد عتیق بود و او نیز با چنین سؤالی دست به گریبان بود. اما ابتدا بیایید ببینیم که چگونه این اتفاق افتاده بود. حتی قبل از تولد او برای والدین یحیی مشخص بود که او به چیزهای بزرگ مقرر شده بود. یحیی پسر کاهن بود و در تخزیل کتاب مقدس هیچ چیزی کم نبود. بنابراین والدینش با مطالعه کتاب مقدس و حضور در معبد او را برای این کار ویژه او را آماده می کردند. در نهایت همه اینها برای یحیی کافی نبود. او خدا را در خلوت می جست و خودش را از آنچه که در آنجا پیدا می شد تغذیه می کرد. او بدنش را به ملخ و اصل تغذیه می کرد. او احتمالاً زمانی زیادی در آنجا مانده بود
زیرا می دانیم که در صحرا یک کت از موی شتر برای خود ساخته بود. در این زمان بود که یحیی متوجه شد که او پیش رو مسیح است. چیزی که او را از زر می داد این بود که مردم بنا دیده گرفتن قانون خدا از این مسیح دور شده بودند. چیزی که او را بیش از همه از زر می داد این بود که آنها از نظر ظاهری مطابق با ادب و رسوم بودند، در حالی که مخفیانه هر کاری را که می خواستند انجام می دادند. در دلش اشتیاق داشت که این چیزهای ناپاک را حل کند و از این رو اعلام کرد که مردم باید توبه کنند و از راه بعد خود برگردند. صدا می کرد هم اکنون تیشه بر ریش درختان نهاده شده است. هر درختی که میوه خوب ندهد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. پیغام یحیی مردم را تحت تاثیر قرار داد. مردم از طبقات اجتماعی متفاوت برای شنیدن پیغام او آمده بودند. این پیغام دلهای آنها را تحت تاثیر قرار داد. آنها متوجه شدند که از خواست خدا دور بودند. در اوج کار موعظه یحیی لحظه فرا رسید که عیسی آمد، اما نه آنطور که یحیی انتظار داشت. به نظر یحیی قرار بود که عیسی در نهایت همه چیزهایی را که اشتباه بود کاملا پاک و صاف کند، اما عیسی مانند دیگران خود را تحت غسل تعمید گناهکاران قرار داد. با این حال چیزی که یحیی را قانع کرد سخنان سریع خدا بود که صدا کرد: این پسر عزیز من است که از او خوشنود هستم، شما باید او را بشنوید. برای یوحنا این سخنان تاییدی بر تمام کارهایی بود که او قبلا انجام داده بود. آمادگی طولانی در کنار پدرش، زمانی که در صحرا گذرند و موعظه کنونی او برای آن عیسی بود. با شنیدن این سخنان از بهشت همه تردیدهایش از بین رفت و بدون شک دانست که همین مسیح موعود است. با این حال همه چیز متفاوت از آنچه یحیی انتظار داشت رقم خورد. صدای بهشت دوباره فروکش کرد. عیسی بلافاصله تمام بی‌عدالتی را از جهان حذف نکرد. شریعت در خانواده سلطنتی خیلی بد بود و یحیی از آن انتقاد کرد. سپس او را به زندان سرد انداختند و در آنجا تردیدهای یحیی دوباره به جلو آمدند. به نظر می رسد که بی عدالتی در زندگی یحیی و در کل جهان به چشم می خورد. یحیی فکر کرد: آیا ممکن است همه اینها درست باشد؟ آیا عیسی واقعاً خدا در میان ماست؟ و اگر چنین هست، چرا او کاری بیشتری انجام نمی داد؟ ببینید، سؤال یحیی همینه که ما امروز سؤال می کنیم.
از زندان پیغامی فرستاد که قرار بود عیسی را مورد چالش قرار دهد تا خودش را آشکار کند. آیا تو همانی که می بایست بیایید یا منتظر دیگری باشیم؟ سوال من هست، سوال ما هست، آیا عیسی واقعا خدا در بین ماست؟ پاسخی که عیسی می دهد نقل قولی مستقیم از عهد عتیق هست و می گوید نابینایان می بینند، جزامیان پاک می شوند، آزادان تسلی می یابند و خوشا به حال کسی که از پیغام من عصبانی نباشد. پاسخی که عیسی به یحیی می دهد فقط نخل غولی از عهد عتیق هست. پس عیسی چیزی جدیدی به او نگفت. یحیی باید تنها چشم و گوشش را باز می کرد تا بتواند دوباره آنچه را که قبلا در عهد عتیق پیشگویی شده بود مشاهده کند. عیسی در ادامه به اطرافانشان می گوید مردمی که به دنبال یحیی می گشتند چه انتظاری داشتند؟ در صخرا به دنبال چه چیزی یا چه کسی بودند؟ کسی که آنها را مجذوب کند؟ کسی که بتواند آنها را تحسین کند؟ یک مرد ثروتمند؟ حتی یک پیامبر؟ و سپس مسیح بیشتر توضیح داد. یحیی حتی بیشتر از یک پیامبر بود. او پیش رو خدا بود. او بزرگترین فرزندان انسان بود. و سپس عیسی ادامه داد. و با این حال کوچکترین فرد در ملکوت آسمان است. بنابراین عیسی نه تنها منحصر به فرد بودن یحیی بلکه استثنایی بودن پیغامش را به طوری کلی توضیح داد. در واقع پیغام یحیی بیشتر از شخصی یحیی بود. هر کاری که یحیی با موعظه‌ی توبه انجام داده بود درست بود و با این حال کافی نبود. زیرا باید همانطوری که عیسی به نیکودیموس گفت باشد، ما باید تولد تازه داشته باشیم. به نظر می رسد که شک و تردید بخشی از وجود ما انسان هست. عیسی نیز می دانست که یحیی شک داشت. اما خداوند خود را با مدرک بشری به ما نشان نمی داد. باید تردیدها را تحمل کنیم. خدا پیروز خواهد شد. اما هر کسی که منتظر است که خدا همین امروز آن کار را انجام دهد در اشتباه است. جمع یهودی هنوز منتظر چنین مسیح است که پیروز شود و همه بی عدالتی ها را از بین ببرد. عیسی به یحیی گفت که باید آنچه را که قبلا دید ببیند. او فقط باید آن را با چشم های دیگر ببیند. با چشم ایمان. ملکوت خدا همینجاست. فقط با چیزی که شما در مورد آن فکر می کنید سازگار نیست. عیسی آرام و نامحسوس می آید. به مرد نابینا بینایی داده می شود. جزامی می تواند معانی پاک بودن را بفهمند. از زد دران می توانند بفهمند که کسی از مرگ قوی تر هست. وقتی عیسی می گوید خوش ها به حال کسی که از من رنجیر نشود، به نظر می رسد که می دوند همه کارش را قبول نخواهد کرد. عیسی می خواهد
ما را به عنوان یک جمع مسیحیت دعوت کند تا گوش ها و چشمان من را باز کنیم. ما در آنجا چه چیزی میبینیم؟ ما از عیسی چه انتظاری داریم؟ اگر انتظار داریم عیسی در حال مشکلات مؤثر باشد، در جای اشتباه هستیم. سوال اصلی ادونت که به معنی ظهور عیسی مسیح است، این است. این نیست که ما چه انتظاری داریم، بلکه این است که چه کسی را انتظار داریم. و سوال این است، کسی که قرار است بیاید کیست؟ کسی که قرار است بیاید فقط کسی نیست که همه مشکلات جهان را حل کند. و حتی اگر او این کار را می کرد، ما باز هم به او ایمان نمی آوردیم. خدایی که بتوانیم از آن استفاده کنیم خدا نخواهد بود، بلکه فقط امتداد آرزوهای خودمان خواهد بود. خدا می آید و از طریق عیسی پادشاهی خدا در این جهان طلوع کرده است. یحیی در این مورد متقاعد شده بود، اما وقتی که این عیسی می آید، خطری وجود دارد که خود او از طریق گناه دیگران تحت ظلم قرار بگیرد، به طوری که حتی دوستانش نیز از او ناامید شوند. و از این رو شاگردانش قطعاً در روز مصلوب شدن او از خود پرسیدند، آیا این تبری است که بر درخت گذشته می شود تا شرارت را از بین ببرد؟ و با این حال بعدان آنها دقیقا از طریق صلیب رانه شدند که خدا مردم را دوست دارد. او سعی نمی کند بدهکاران را نابود کند، زیرا این باعث سقوط همه ما می شود. نه، او در سکوت به سوی بدبختی ترین ها قدم بر می دارد. او مردم را آنطور که هستند رها نمی کند، بلکه با فدا کردن خود آنها را به دست می آورد. مسلمانان، این یک راه عجیب برای نجات انسان است. آیا یحیی تشخیص داد که این زبان خداست؟ آیا ما تشخیص می دهیم که این زبان خداست؟ آرزو و درخواست عیسی از همه ما این است که چشم و گوش من به این فصل ظهور باز باشد. پیتر با سگ بیمارش، بسیاری از مردمی که از خود و از خدا ناامید هستند، و ما که اجازه دادیم سومین شام ظهور عیسی مسیح امروز روشن شود. آمین.
خداوند خدای ما در راه به سوی ما هستی، در روزهای ادونت با شک ها و سوال های من به درگاه تو می آییم. همانطور با ضعف و اشتباهات من بگذار نور کلامت به روشنی بتابد تا به ما کمک کند آخر خداوند ما عیسی مسیح را ببینیم و درک کنیم. خداوند برای همه کسانی که در زمان کریسمس بسیار تنها هستند و از طرف دیگران نادیده گرفته شده و فراموش شده اند دعا می کنیم. برای کسانی که معلول هستند، سالمندان و کسانی که باید از کشور اخراج شوند، به ویژه برای بیماران دعا می کنیم. به آنها کمک و تسلی بده. برای کسانی که تاریکی را تجربه می کنند و کسانی که عزیزشان را از طریق مرگ از دست داده اند دعا می کنیم. برای بیکاران دعا می کنیم. همچنین برای کسانی که هیچ امیدی ندارند که بتوانند در آلمان زندگی کنند، با آنها امید برای آینده و آرامش بده. پروردگار عیسی، به خانواده ها، شهر، کشور و دنیای من وارد شو. صلحی بساز که از تو می آید. برای خانواده های من و خودمان دعا می کنیم. در این زمان شلوغ به ما آرامش و شوق دیدار عیسی را بده. پروردگار عیسی، بیا خداوندا، به زودی بیا. تو که با پدر و روح القدس برای همیشه زندگی می کنی. آمین. Thank you.
خداوند با شما باشد. قلب های شما بلا پیش خدا باشند. از خدا سپاس گذاری کنیم. خداوند مقدس، پدر قادر، خدای لای تنهایی، این درست و شفا بخش است که ما از طریق خداوند من عیسی مسیح همیشه و همه جا تو را ستایش کنیم و از تو سپاس گذار باشیم. او را به قوم خود فرستاده ایم تا معجزه ورودش را ببینند و کلام انبیا میان ملت ها به حقیقت پیوندد. از این رو با تمام فرشتگان و رئیس فرشتگان و با تمام قدرت ها و سپاه بهشت شکوه تو را به آواز ستایش می خوانیم و بی وقف اقرار می کنیم. عیسی خداوند در شبی که به او خیانت شده بود نان را گرفت و بعد از شکر گذاری آن را پاره کرده و به شاگردانش داد. گفت بگیرید و بخورید. این است بدن من برای شما. این را به یاد من به جا آورید. همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته از خدا سپاس گذاری کرد و به آنها داد. گفت این پیاله همان پیمان تازی است که با خون من بسته می شود برای شما ریخته شود تا گناهان شما بخشیده شود. هرگاه این را می نوشید به یاد من بنوشید. رمز و راز ایمان. پدر آسمانی ما، مقدس باد نام تو، بگذار ملکوت تو بیاید و ارادی تو همچنان که در آسمان است در زمین نیز انجام گردد. نان روزانه ما را امروز به ما بده. گناهان ما را ببخش همانطور که ما گناهان دیگران را میبخشیم. ما را به وسوسه نینداز بلکه ما را از شر رهایی بده. زیرا ملکوت و قدرت و جلال از آن توست تا ابد. آمین. Thank you.
ببینید بدن و خون عیسی مسیح برای شما. بدن 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 عیسی مسیح برای شما. خون عیسی مسیح ریخته 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 برای شما. بدن و خون عیسی مسیح از شما محافظت کند تا ابد. به صلح و آرامش خداوند برو. بدن عیسی مسیح برای شما. 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 غسله یافتید؟ غسله یافتید؟ بدن عیسی مسیح برای شما. 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 خون عیسی مسیح ریخته 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 برای شما. Das wahre Blut unseres Herrn Jesu Christi. خون عیسی مسیح ریخته برای شما. خون عیسی مسیح ریخته برای شما. خون عیسی مسیح ریخته برای شما. خون عیسی مسیح برای شما. خون عیسی مسیح برای شما. خون عیسی مسیح برای شما. بدن و خون عیسی مسیح از شما محافظت کند تا ابد. به صلح و آرامش خدا برو.
نزد خداوند در شبی که به او خیانت شده بود نان را گرفت و بعد از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردانش داد. گفت بگیرید و بخورید، این است بدن من برای شما، این را به یاد من به جا آورید. خون عیسی مسیح برای شما، 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 خون عیسی مسیح برای شما. Bewahre Leib unseres Herrn Jesu Christi. Bewahre Leib unseres Herrn Jesu Christi. Hune Isa Masih, richte para Yeshua. Hune Isa Masih, 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 para Yeshua. Khun Isa Masih baray shoma. Das wahre Blut unseres Herrn Jesu Christi. Das wahre Blut unseres Herrn Jesu Christi. Badan va khun Isa Masih az shoma muhafazat kunad ta abad. Besolo aramesh Khodavand borom. خداوند با شما باشد. هان خداوند فرا می رسد، خداوند دیگر فرا می رسد. هللویا. و در دست او ملکوت و قدرت و جلال است. هللویا. دعا می کنیم. خدای متعال و بخشنده، سپاس گذاریم که ما را با این هدیه شفا بخش تازه کردیم. دعا می کنیم که از تاریخ این غذای آسمانی قلب من را آماده کنی تا در رفاقت پسرت با شادی همیشه تو را تمجید و ستایش کنیم. از تاریخ پروردگار ما عیسی مسیح پسر تو که با تو و روح قدس از ازل تا ابد زندگی و فرمان روایی می کند. آمین. به سلو آرامش خداوند برو. خداوند تو را برکت دهد و از شما محافظت فرماید. خداوند نور چهره خود به شما روشن سازد و بر شما رحمتی فرماید. خداوند به شما بنگرد و به شما سلو آرامش عطا فرماید. Thank you.
اطلاعی مهم برای این هفته. این هفته برنامه برکه نیست. فردا کلاس آنلاین نیست. چون هفته کریسمس است. مراسم گوناگون برای کریسمس وجود دارند. یک شنبه آینده ساعت 10 یا 12 ربع مراسم نیست، اما چون شب کریسمس هست ساعت 4 بعد از ظهر مراسم آلمانی با تئاتر کوچک هست. فکر میکنم مریم هم نه مریم نیست، ماریا، یا ماریا بازی میکند. و ساعت 6 بعد از ظهر مراسم فارسی هست، یک شنبه آینده، چون شب کریسمس هست. و روز کریسمس 2 شنبه آینده هست، ساعت 10 مراسم آلمانی، ساعت 12 ربع فارسی. و دومین کریسمس 3 شنبه ساعت 10 مراسم مشترک وجود دارد. در کمنتز مراسم کریسمس ساعت 3 بعد از ظهر روز کریسمس است، ساعت 3 بعد از ظهر و 3 شنبه ساعت 3 بعد از ظهر در کمنتز. Ich wiederhole das nochmal im Deutschen. Genau. Also, wir haben in dieser Woche keine Brückenprogramme. Wir haben aber am Christabend, also da den Morgengottesdienst nicht, also 10 Uhr nicht, 12.15 Uhr nicht, aber dafür dann um 16 Uhr und dann wieder um 18 Uhr. 16 Uhr ist das Krippenspiel, 18 Uhr ist ein persischer Gottesdienst. Dann am Montag, das ist ja unser Weihnachtsfest, da haben wir 10 Uhr deutscher Gottesdienst, um 12.15 Uhr persisch. Und am Dienstag haben wir gemeinsamer Gottesdienst um 10 Uhr. Montag, sowohl Montag als auch Dienstag, gibt es um 3 Uhr in Chemnitz auch einen persischen Gottesdienst. Chodashomara Berakatat. Ja.